چیکار میکنیم؟ میایم به هر کدام از این هارمونیک ها یک ضریب نسبت میدهیم، چون میخواهیم ترکیب خطی اونها رو لحاظ بکنیم و در ترکیب خطی برای هر ترم یک ضریب منحصر به فرد وجود دارد. مثلا ضریب یک رو A0 در نظر میگیریم، ضریب کوسینوس X رو A1 و ضریب سینوس X رو B1 در نظر میگیریم. به همین ترتیب ضریب کوسینوس NX رو AN و ضریب سینوس NX رو با BN نشون میدهیم. در واقع این ضریب رو در تابع پایه ضرب میکنیم و همه رو با هم جمع میکنیم. بدین صورت به دست میآید ASF علاوه A کوسینوس X علاوه B سینوس X علاوه A دو کوسینوس 2X علاوه B دو سینوس 2X الی آخر، که به فرم بسته با یک زیگما نشون داده میشه. ASF علاوه زیگمای N از 1 تا بی‌نهایت AN کوسینوس NX علاوه BN سینوس NX. دقت بکنید که N به سمت بی‌نهایت می رود. این یعنی که هارمونیکای اول تا بی نهایت رو در سری فوریه در نظر می گیریم. در ادامه می خواهیم این A0, AN و BN رو طوری پیدا بکنیم که این سری بی نهایت برابر با تابع متناوب FX بشود. دوره تناوب این سری برابر با 2P هست. چرا؟ چون بیایم از روی تابع متناوب بیان بکنیم، دوره تناوب کوسینوس و سینوس X چی میشه؟ برابر با 2P تقسیم بر 1 میشه که میشه 2P. برای کوسینوس 2x و سینوس 2x دوره تناوب چی میشه؟ میشه 2π تقسیم بر 2 که میشه π. به همین ترتیب برای کوسینوس nx و سینوس nx هم برابر میشه با 2π تقسیم بر n. حال این عبارتی که در اینجا مشاهده میکنین مجموع ترکیب خطی همه این ترما هست که طبق نقطه‌ای که در مثال قبلی گفتیم دوره تناوب برابر میشه با کوچکترین مضرب مشترک بین 2π π پی دوم تا 2π تقسیم بر انم هست، که کوچکترین مضرب مشترک واضحه که همون 2π خواهد شد. پس دوره تناوب کل این تابع هم همون 2π هست. پس فرم کلی سری فوریه بدین صورت هست: fx برابر هست با asf علاوه زیگمای n از 1 تا بی‌نهایت an کوسینوس nx علاوه bn سینوس nx. ضریب asf an و bn از روی فرمولی به اسم فرمول اویلر به دست می آید که asf برابر هست با 1 دو پیوم انتگرال منهای پی تا مثبت پی fx dx، که دقیقا این برابر میشه با میانگین تابع. ما می دونیم که انتگرال همون مساحت زیر منحنی خواهد شد، بنابراین انتگرال منهای پی تا مثبت پی fx dx برابر میشه با مساحت زیر منحنی در یک پریود اون تقسیم بر خود پریود که 2 پی هست. پس اگر ما نمودار تابع fx رو داشته باشیم، یک راه سریعتر برای محاسبه asf اینه که مساحت زیر منحنی رو در یک پریود اون محاسبه بکنیم و بر 2 پی تقسیم بکنیم. دقت بکنید که در اینجا دوره تناوب تابع برابر با 2 پی هست. فعلا 2 پی رو در نظر میگیریم و سپس سری فوریه رو به یک دوره تناوب دلخواه تعمیم خواهیم داد. پس ASF از این رابطه به دست می آید. AN میشه 1 پیوم انتگرال منهای پی تا پی FX کوسینوس NX DX که N از 1 تا بی‌نهایت متغیر هست، و BN هم میشه 1 پیوم انتگرال منهای پی تا مثبت پی FX سینوس NX DX. این روابط از کجا آمدن؟ از قضیه تعامد توابع مثلثاتی. اون مجموعه توابع پایه یعنی 1 کوسینوس x سینوس x کوسینوس 2x سینوس 2x تا کوسینوس nx و سینوس nx در واقع یک مجموعه متعامد رو تعریف میکند، که برای یک مجموعه متعامد اگر اعضا رو با y1 y2 تا yn نشون بدهیم که دوره تناوب همه این توابع 2π باشه، در این صورت این مجموعه رو متعامد میگوییم اگر انتگرال حاصل ضرب هر دوتا از این توابع در